پیروزی درخشان دیگر یک پیروزی حقوقی بود. دادستان دیوان عدالت اروپا در رأی خود به 13 قاضی دیوان که عدالت اروپا را در بالاترین سطح نمایندگی می‌کند پیشنهاد کرد که استینافاهی دولت فرانسه علیه احکام دادگاه عدالت اروپا و به منظور حفظ برچسب باطل شده تروریستی علیه مجاهدین مردود اعلام شود و دولت فرانسه را به پرداخت هزینه محکوم کند. رأی دادستان دیوان عدالت اروپا احکام قضایی صادر شده در مورد ابطال لیست گذاری مجاهدین و لغو رسمی این نامگذاری از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را مورد تایید قرار می دهد. اعلام حمایت بیش از 500,000 تن از مردم استان دیالی از ساکنان اشرف. پیروزی درخشان دیگر در عراق که به دست آمد، انتشار بیانیه حمایت 525,000 تن از مردم دیالی عراق بود. این شهروندان شریف عراقی قتل عام مجاهدین در حمله وحشیانه نیروهای مالکی را محکوم کردند و خواهان حفاظت اشرف از سوی ملل متحد شدند. این حمایت مردم دیالی عراق در یک بیانیه مطبوعاتی توسط شورای ملی عشایر در دیالی اعلام شد. مردم دیالی عراق در این بیانیه اعلام کردند حمله وحشیانه نیروهای تحت امر مالکی به اشرف که 36 شهید از جمله 8 زن مجاهد و 350 مجروح بر جای گذاشت، انزجار و محکومیت قاطع عموم مردم عراق از همه طوایف و اقوام را برانگیخته است. تحمل این جنایت برای مردم عرب و عراق و دیالی ننگ و عار است. مجاهدین میهمانان گرامی عراق و دیالی هستند. حضور آنها در اشرف یک ضرورت ملی برای عراقیان است. جا به جای آنها در داخل عراق زمین سازی برای کشتار است. این اعلام حمایت ضربه خورد کنندهی برای رژیم آخوندی و دولت دست نشاندهش در عراق محسوب می شود که تلاش می کند بستن اشرف را خواسته مردم استان دیالی وانمود کند.